نظامی که نه جهانیان از اشروزی استند و نه مردم در داخل کشور، نظامی که خود را به هیچ کسی پاسخگو نمی‌داند و به افکار عمومی هم ارزش قائل نیست، نظامی که با خشونت به قدرت رسیده و با خشونت هم ادامه داده، از آنجا که هر هفته 40 میلیون دلار آمریکایی میرسد و قدرت بزرگ مثل روسیه میگوید در امور من دخالت نکن. پشتوانه مردمی و تفاهم ملی برای بقای یک نظام چه اهمیتی دارد؟ در وضعیت حاضر بقای طالبان چقدر شکننده است و تا چه زمان می تواند قدرتش پا بر جا بماند، در حالی که مردم راضی نیستند و همسایه ها آینده را مبهم می بینند؟ اگر هفته آینده دلارهای آمریکایی نرسند چه واقعی خواهد شد؟ سلام بر شما بابس روز، با من ویده پیکان از افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمانان من در این بحث حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، شیوا شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ از آلمان و مونس مبارز فعال حقوق زن می باشند و بحث را هم با آقای شرق آغاز می کنیم. آقای شرق، پیام روسیه واضح است، می خواهد جبهه مقاومت شامل قدرت شود. ذبیح‌الله مجاهد این پیشنهاد را مداخله می داند، اما برخی این را یک راه حل می دانند. تحلیل شما چیست؟ آیا ماجرا در همین جا ختم خواهد شد؟ درود بر شما و میمونان گرامی و بیندگان برنامه تان. اجازه بدین با این پیش‌زمینه شروع بکنم که بحث اساسی نوعیت و ماهیت نظام و ساختار قدرت و مدیریت سیاسی با پیوندهای افقی با تجربه مدرن دولتداری در افغانستان هست. بحث مشارکت علیف و بی یا اکس و وای نیست. یعنی افغانستان به هر گونه ممکن باید با منطق دنیای مدرن، با دولتداری جدید، با حقوق انسانی، با آزادی، با مردم سالاری، با مؤلفه ها و سازه هایی که دولت را در واقع تعریف میکنه باید شکل بگیره. آنچه در افغانستان میگذرد تعبیر یا تعریف لیوتان هافز است. یعنی یک لیوتان میره که او مطرح کرده دقیقا در جامعه افغانستان دیده میشه. انسان گرگ انسان، هر گرگ قویتر میتواند گرگان ضعیفتر را حتی از نوی خودش ببرد، یعنی نابود بکند، چی رسه به مردم، چی رسه به حیوانات یا آدم های دیگری که در درون جامعه هستن. یعنی این گرگ وقتی که موفق شد و جای خود را باز بکنه، هم انسان را میبلد و هم نوی خود حیوانات دیگر را. شأن مردم افغانستان، شأن انسان و جایگاه حقوقی و انسانی و شهروندی در نظرگاه چنین جامعه که انسان گرگ انسان شود پایمال می شود. حالا روسیه که مطرح کرده بحث آینده افغانستان را یا همسایگان افغانستان، جامعه جهانی، خیرد جمعی و اعتراض مردم و خواسته های مردمی، چنین چیزی در نظرگاه آیدیالوژیست ها و کسانی که به قدرت از معامله و به قدرت از یک خیانت کلان آمریکا و جامعه جهانی و دولت پیشین افغانستان رسیدن، چنین چیزی پشیزی ارزش نداره. پیشتر شما در تفسیری بحثتان گفتن که تا میله تفنگ هست، تا ترس حاکم هست، تا استبداد هست، تا باج گرفتن از خون و روان و جان مردم هست، این حکومت یا این رژیم بقای خود را در چنین یک روی کرده میبینه. دلیلی که جامعه روحانیت طالبانی و گروه های ایدئولوژیک و جامعه های بسته دشمنان آزادی یا دشمنان جامعه آزاد هستند، دقیقا همین جای کار هست. در نظریه دموکراسی قدرت در اختیار مردم است، دموکراسی نظریه حاکمیت مردم هست و نظریه و اقتدار و زمینه و اختیار براندازی حاکمیت هم هست، چیزی که طالبان اینجا نمیخواهند. اگر شما یک جامعه دموکراتیک مردم سالار داشته باشین، در نتیجه انتخابات بعدی کسانی که خلاف مردم کار میکنند در یک انتخابات آزاد میروند کنار و ماهیت قدرت و کسان دیگری تعلق میگیرند. حالا ایدئولوژی زده ها و گروه های مستبیری مثل طالبان، اینها دشمنیشون از این جای کار با دموکراسی است، یعنی از دست دادن قدرت. دین مطرح نیست، یعنی دین اگر مطرح باشد در نفس عملکرد خودی کسانی که از آدرس دین بر گرده های مردم سوار هستند، از دین شلاق جور نمیکنند یا از دین در واقع در ستون دین سقف معیشت نمیزنند. دین یک ابزار یا یک نقاب یا یک رختی بر بدنشان نمیشه، یعنی نسبت بر دین یک برخورد واقعی میکنند. من فکر میکنم واقعیت جامعه افغانستان گذار از یک جامعه سنتی و از یک استبداد تاریخی
و سمت مردم سالاره، چه طالبان این را بخواهند، چی بپذیرند، چی نپذیرند. منطق و دلایل جامعه کنونی و رفتن به طرف دولتداری مدرن و جدید، حقوق شهروندی، حقوق انسانی، تأمین عدالت، مشارکت و پیوندهای افقی جزی ذاتی دولتداری در لاینفک دولتداری در جامعه امروزین هست. هر گروهی که سرپیچی بکنه به نظر من به زوال روبرو خواهد. بسیار تشکر از شما آقای مختار، بعد از مدت طولانی با ما هستین. امیدوار هستم صحتتان خوب باشه. پاسختان به حرف‌های آقای شرق چیست؟ آیا موافق هستین؟ سلام به شما و بیننده های شما در سراسر جهان و مهمانان گرامی شما. قطعا افغانستان باید پیشرفت بکنه و نظام فعلی در جای دموکراسی قرار گرفته. اگر شما به حکومت جمهوری نام نهاد دوران حامد کرزی و غنی توجه بکنید، میفهمید که چی نوع دموکراسی در افغانستان بود. آیا در افغانستان دموکراسی نهادی نشده بود؟ آیا از تمام ملت افغانستان کسی پرسیده بود؟ آیا در کشور اشغال شده میتونه دموکراسی تربیت شود؟ با کدام روح میتانیم از دموکراسی یاد بکنیم؟ باز دموکراسی یکی از گزینه های است برای یک نظام و نظامداری، اما نمیتانیم بگیم که دموکراسی غربی میتانه در افغانستان قابل چرخش باشد. خود دموکراسی در جهان امروز مشکلات بسیار به بار آورده. بمهای بزرگ را کشورهای دموکراتیک درست میکنه. ما دیدیم که صدای مردم فلسطین در گلوهشان خفه میشه و جهان متمدن در این مورد خاموش است. چرا باید افغانستان الگوبرداری از غرب بکنه؟ در رابطه به این که طالبان در دفاع از نظام خود، در دفاع از مردم خود، در دفاع از هویت ملی خود بر علیه ایالات متحده آمریکا افتخارانه جنگید و از سرزمین خود دفاع کرد. هر افغان آزاده و متمدن و با شعور و با عقل می فهمه که منافع ملی افغانستان در این است که ما گرد هم بیاییم و تمام مشکلات را از راه گفتمان حل بسازیم. اگر قرار است ما به ملفه های غربی بکردیم و اصطلاحات غربی را پیش راه روی خود قرار بدیم، غرب در سیاست خود در کل با جهان اسلام ناکام. آقای شما دیدگاه خودتان دارین نسبت به ای که طالبان مثلا اشغال ختم کرد و جنگیدن، در حالی که منتقدین میگن که طالبان از طریق در واقع امیال افغانستان اشغال است، از طریق حمله و انفجار و انتحار به مردم عادی اینا به قدرت رسیدن. حالا شما که دموکراسی را مورد انتقاد قرار میتین، زمینه مشارکت مردم چگونه فراهم شود؟ دو حرف اینجا باید به شکل اساسی مطرح شود. یکی که در افغانستان را که اشغال کرد، طالب جز مردم افغانستان است، از بطن مردم افغانستان است، بر دفاع از آزادی خود بر در مقابل ایالات متحده آمریکا جنگید. الان نظام جمهوریت مگر نبوده از بطن مردم افغانستان؟ اجازه بدین، در افغانستان هیچ نظام جمهوریت نبود. کدام جمهوریت؟ از کدام ناحیه جمهوریت بود؟ آیا جمهوریتی بود که یک شب یک قومندان به صدها میلیون دلار را دوزی میکرد؟ آن مگر وجود ندارد؟ دوزی شما با کلی این نظام طالبان پاک و شفاف میدانید؟ اگر شما اجازه بدین که من به سوالاتتان پاسخ بدم، اجازه بدین که گفت ما تکمیل شود. ما هیچ نظام را نمیگیم که مشکلات نداره. نظام فعلی هم مشکلات داره. اگر ما مقایسه بکنیم، قطعا در این نظام به آن اندازه‌ای که در جمهوریت فساد بود، چور بود، چپاول بود، غدر بود، خیانت بود، وطن فروشی بود، در نظام اسلامی افغانستان وجود نداره. بحث دوم این است که اگر ما یک گفتمان ملی را می‌خواهیم ایجاد بکنیم، راه گفتمان ملی به ادبیات گفتمان ملی ضرورت داره. نمیتونیم بگیم که طالب به تمام معنا ناکار است. طالب دمیال در کابل 180 پروژه را تکمیل کرد که در زمان جمهوریت زمین های مردم غصب شده بود و امارت اسلامی افغانستان تانیست روی یک مکانیزم ملی زمین های غصب شده را پس به مردم بده.
به خاطر ما مطمئن هستیم که یک گفتمان ملی در افغانستان ضروری هست و حتمی است. اما راه گفتمان ملی آقای مختار چگونه رقم بخوره؟ خود افغان ها میتونن کنار هم بیان، خود افغان ها میتونن به کلوی جرگه وصل شوند، خود افغان ها میتونن راه گفتمان را باز بکنن، اما هر نوع جنگ هم منتفی هست و مقاومت های هم در افغانستان وجود ندارد. هنوز بحث جنگ اینجا در بحث مطرح نشد آقای مختار. بحث مشارکت مردم در نظام است، نظام که اینا را مدیریت میکنه. مشارکت مردم مشخصا میگم چگونه فراهم شود؟ تنها گفتمان ملی کافی نیست. حالا گفتمان ملی هم طالبان حاضر نیست که را بیندازن. گفتمان ملی مقدمه و آغاز برای مشارکت ملی میتونه باشه. در افغانستان 20 سال اشغال بود، مردم به ثروت‌های کاذب رسید، افغانستان اشغال بود. امروز روزی رسیده که افغان‌ها از عقلانیت خود و از شعور سیاسی خود و در روشنی منافع ملی خود کنار هم گرفت. گفتمان ملی مقدمه مشارکت ملی است، اما امی گفتمان ملی را چرا طالبان حاضر نیستند که راه بیندازند؟ طالبان بارها تاکید کردن بر سر گفتمان ملی. با کی گفتمان ملی باید صورت بگیره؟ کیها هستند که از آدرس گفتمان ملی وارد سخن شوند؟ کیها هستند که میتونند در افغانستان در شرایط فعلی که افغانستان دارای مشکلات بسیار عدیده هست باید وارد گفتگو شوند؟ شما بتین کی هست؟ شخص کی هست؟ فرد کی هست؟ ما اگر از گفتمان ملی حرف میزنیم افراد بسیار بزرگ با شخصیت با تاریخ گفتمان ملی با مردم رو اندازی میشه. آیا مردم با کلی محو شده از دید طالبان؟ مردم محو نیست. طالب هم جز مردم است، از خود مردم است، از آن مردم است، از بد مردم است. دیدگاه شخصی خودتان است، اجازه بدین که از خانم مبارز هم بشنویم. خانم مبارز، اینجا دو دیدگاه ارائه شد. از شما هم دیدگاه شخصی تان است و از ما هم دیدگاه شخصی ماست. ما هم حق داریم اظهار نظر بکنیم. این اظهار نظر از لحاظ ارزش‌های دموکراسی هم حق ماست. شما با دموکراسی باور ندارین؟ ما ارزش هایی که شما به او باور دارین اعتقاد گفتم. ما با ارزش های باور داریم که دین ما به ما اجازه میده. یا جایی که از دموکراسی منفعت برده میشه همه پابند است، در جایی که از دموکراسی منفعت برده نمیشه همه دموکراسی را انتقاد میکنن و پدید غربی میدونن. موضوع منفعت مطرح نیست، موضوع منافع مطرح است. غرب در شرق دموکراسی را به خاطر اهداف استراتژیک خود یاد میکنه، نه به خاطر منافع مردم و منطقه. غرب کدام جنایت اصلا اینجا از نوع دموکراسی غربی یاد نشده، فقط مشارکت مردم باید چگونه در نظام تامین شود. بس روی این موضوع است. بسیار تشکر. لاتین است، قطعا با ارزش های غرب مساوی است و با ارزش های ما در تصادم. بسیار تشکر خانم مبارز. اینجا دو دیدگاه مطرح شد. شما مطمئن هستم که دیدگاه شما خودتان بسیار متفاوت است با آقای حاتف مختار. دو سال مبارزه کردین بر مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم. حالا چقدر مشارکت سیاسی مهم است و خلای مشارکت سیاسی مردم چقدر آسیب زده در این دو نیم سال که طالبان در حاکمیت هستند؟ سلام و درود خدمت شما و خدمت میمانای برنامه و مخاطبین برنامه. البته در رابطه با وضعیتی که در افغانستان است و چی که در افغانستان جریان داره، اتفاقا ما اگر نظام های سیاسی را به بررسی بگیریم، ما نوعی از نظام های سیاسی را که خرابترین و جدیترین و خشنترین منفیترین خصلت ها را دارن میتونیم که در حضور گروه طالب در افغانستان و در حاکمیتی که گویا گروه طالب خود را حاکم میخوانند میتونیم که پیدا بکنیم. حکومت خودکامه را میتونیم پیدا کنیم، حکومت مطلقه میتونیم پیدا کنیم، اندک سالاری از نوع منفیش هم میتونیم پیدا کنیم، نیپوکراسی و تیوکراسی و به می ترتیب هم
انواع مختلف ویژگی هایی را که یک حکومت مستبد خودکامه و ستمگر بابت گرفتن شهروندان داره ما میتونیم در افغانستان پیدا بکنیم. حالا میگذاریم از حرفای متحد الملل که هر نماینده طالب در هر برنامه آمدن گفتن و حرفای تکراری اشغال، شکست، مبارزه، آزاده. اتفاقا همی کلمات را که ما کنار هم میگذاریم خیلی با همی واژه ها با همی کلمات خیلی توهین است که ما این رو در مقابل یک گروه تروریستی آدمکشی مثل طالب میتونیم استفاده بکنیم. شما ببینید در افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت طالب چی وجود دارد؟ آزادی های شهروندی، حقوق اساسی، مشروعیت نظام، یک حکومتی که سر ستیزه و جنگ با مردم را داره. مردم افغانستان با طالب قطعا سر سازگاری نداره و طالب با مردم افغانستان سر آشتی نداره و مردم افغانستان هرگز طالب را نمی بخشه. به هیچ عنوان ما نمیتونیم اینجا از مشروعیت صحبت بکنیم، اینجا از حاکمیت مشروع صحبت بکنیم، اینجا از اشغال شکنی و بت شکنی صحبت بکنیم. به هیچ عنوان زمان ما اشغال میگیم که باز ما 40 میلیون دلار آمریکا را به بالاده به خود نمیزنیم. زمانی ما از یک حکومت مفسد میتونیم انتقاد بکنیم که خود مقامات او حکومت طالبی یا گروه طالب به فساد غرق نباشند. امروز زمان سابق و دوره جمهوریت اگر میگن که فساد بود ولو هر نوع فسادی بود، امروز ما به مراتب بیشتر میتونیم از فساد ببینیم. امروز هم لنکروزر سوارا هستن، امروز هم جزایر قدرت در داخل افغانستان هستن، امروز هم قمندان ها و سرگروپ های طالب زندان های مخفی و شخصی دارن. وقتی که معترضین و همسنگرای ما منتقدین بازداشت میشن، اینو شما بفهمیم که به هفته ها و ماه ها از آدرس های رسمی گروه طالب نمیتونن سراغشان بگیرن. ما مطمئن هستیم اینا با زندان‌های شخصی و مدت باقی میمانند و بعد در نهایت که طویل المدت میشه و بحث باجگیری و دیالوگشان بین نهادهای بین المللی جدی‌تر میشه، باز به ریاست چل استخبارات و گاهی هم وزارت داخله انتقال میتن. بر حالتش حالا اگر از هر جهتی که با حاکمیت داخل افغانستان ما بیایم و وارد گفتگو شویم و از هر جهتی به بررسی بگیریم، ما اصلا هیچ گروهی را در داخل افغانستان و گروه شبه طالب را پیدا کرده نمیتونیم که شایسته حکومت داری باشه. بیشتر آقای مختار میگن که کیها باید طرف دیالوگ باشن. ما در حضور افراد صحبت نمی کنیم. بحث ما از یک سیستم است، بحث ما از یک نظام است، بحث ما از مشروعیت است، بحث ما از مشارکت سیاسی بقیه اقوام است. وقتی که گروه هایی که در سطح بین المللی نشست های می کنند، حکومت هایی که امینا را پول می دهند، از اونا میزبانی می کنند، دیدگاه و نظریاتشان را می خواهند، آیا اینا نمی توانند مثلا مقابل گروه طالب به عنوان حرف عددی یعنی مدبی شوند قرار بگیرند؟ او دیدگاه آقای مختار است. از این مسائل میگذاریم. ما به نمایندگی از هیچ گروهی صحبت نمی کنم. ما بحث مردم افغانستان است. اگر ما بحث مردم افغانستان را مطرح بکنیم، مردم افغانستان ملای آیت الله را رأی داده، پذیرفته، بیعت کردن، چی خاطره خوشی دارن. پیشتر آقای مختار از تکمیلی پروژه ها گفتن. این پروژه ها و پلان های دوران جمهوریت بود. با کدام بودیجه اگر مسئله 40 میلیون دلار نباشه، با تحت کدام نظارت و شفافیت بین المللی پروژه ها تطبیق میشه؟ شما ببینید تونل سالنگ که اینا ماها کار کردن و مچون تجهیز گرفتن، محفل گرفتن، فقط دروازه از او را رنگ‌آمیزی کرده بودن. مردم کور نیست، جهان عقل داره، شما را میبینه. حکومت و سیستمی را که طالب میخواهد اتفاقا با هیچ یک از نوع نظام ها و حکومتداری های در سطح جهان ولو عقب مانده ترینش سر سازگاری نداره. جهانی که از دموکراسی و از مردم سالاری صحبت میکنه هیچ نوع سر سازگاری با طالب نداره که حکومت مثل طالب را بیاید به رسمیت بشناسه و پارتنر سیاسی خود قبول بکنه، مگر اینکه به شکل پروژوی به یک دوره معقد و به یک ماموریت خاصی که امروز طالب را به قدرت رساندن. بناهن از هیچ اشغال ما نمیتونیم. زمانی که ما توبه و استغفار میکنیم پیش آمریکا که آقای خلیلزاد در برنامه کاکتوس به صراحت گفتن که بلی از خدا طالب گفت 28 دفعه قیمه زدیم و اشتباه کردم، حال توبه میکشم پیش آله دیگه. از کدام استقلال میشه؟ خلاص پاس. اجازه بدین که حرفایتان خیلی متوجه آقای مختار بودن. در زمینه که پاسخ شانا به شما میخوایم بشنویم، میخوایم ایره هم بپرسم که یک نظامی که افکار عمومی برش مهم نباشه، یک حکومت که به اراده ملی وقتی قائل نشه و متکی به منابع خارجی باشه،
در واقع یک نظام که اصلاً هیچ نوع پشتیبانی مردمی جایگاه پایگاه نداشته باشه، از بین مردم بر نخواسته باشه، چقدر دوام و بقا میاره با زور و با سرکوب و با این وضعیت را که در افغانستان گرفتن و محدودیت رسانه ها و آزادی ها؟ من معتقد هستم که جزایر قدرت دیگه در افغانستان وجود نداره. در کجا جزیره قدرت هست؟ شما دیدین جزایر قدرت را در افغانستان امارت اسلامی و طالبان برای همیشه از بین برد. زندانهای شخصی در افغانستان وجود نداره. این جزی از تبلیغات و پروپاگندهای است که بر علیه یک نظام نوپای اسلامی در سطح جهان و منطقه صورت میگیره. از طرف دیگه موضوع 40 میلیون دلار یاد شد. ما در افغانستان در رابطه به روشنی منافع ملی خود باید تحلیل کنیم. وزره منافع ملی ما حکمش همی است که ما باید با ایالات متحده امریکا، اروپا و جهان رابطه خوب داشته باشیم. اگر ایالات متحده امریکا 40 میلیون دلار به افغانستان میده، شما تحقیق کنید که پول را به کدام پروژه ها میده و به کی میده و به دست کی میرسه. اما راپوری که در رابطه به 40 میلیون دلار ایالات متحده امریکا وزارت مالیش نشر کرده، را حتما و قطعا فریدم رابطه امریکا را در زمان جمهوریت با نظام جمهوریت اشغال میدونین، رابطه امریکا را با طالبان اشغال نمیدونین، منافع ملی میدونین؟ خیر، اینجا فرق میکنه. حضور فیزیکی ایالات متحده امریکا، ویران ساختن خانه های مردم، شب داخل شدن به خانه های مردم، زمین و فضای در اختیار ایالات متحده امریکا، یک کشور اشغال شده هست. این فرق میکنه. ما در روشنی منافع ملی ما میست که در افغانستان جنگ نباشه. جنگ به هر جایی که میره اونجا بره. بعد از این ما نه جنگ میخواییم و نه طرفدار جنگ هستیم. اجازه بدین ما هم در رابطه با آزادی بیان تایید بکنم که ما هم میخوایم در افغانستان آزادی بیان باشه و از امارت اسلامی افغانستان جدا ایره خواستیم که هر انسان افغان حق داره در رابطه با تعیین سرنوشت خود و در رابطه با آزادی بیان خود به سر نظام انتقاد بکنه و نقد بکنه. این حق هر افغان است و هر شهروند میتونه انتقاد بکنه. در رابطه با این که آیا نظام دوام میکنه یا نمیکنه، اگر ما از لحاظ نقطه نظر استراتژیک و منطقه یک دفعه ببینیم ایران در مخالفت ایالات متحده امریکاست، روسیه در مخالفت ایالات متحده امریکاست، چین دیگه نمیخواد امریکا در منطقه باشه، کارت برد بر دست امارت اسلامی افغانستان است. اینا باید از خود یک درایت ملی نشان بدن که تمام اقوام و اقشار و احزاب و شخصیت‌های بزرگ افغان را جمع بکنن و در رابطه به یک مکانیزم ملی در روشنی منافع ملی خود با هم بشینن. من معتقد نیستم که هر آنچه که گفته میشه در رابطه به طالب راست باشه. میتونیم از ایالات متحده امریکا کمک بگیریم. حالا چیزی که در افغانستان جریان داره به همه واضح و معلوم و آشکار است، پوشیده نیست. ما وضعیت مردم روز به روز میبینیم. خود ما خانواده ها داریم، اقوام داریم، با مردم در تماس هستیم. خب یک چند تا خارجی اگر فریب میخوره، مردم افغانستان فریب نمیخوره. بسیار تشکر از شما. اجازه بدین که به سوال بسیار کوتاه چی ادامه داره؟ در افغانستان چی ادامه داره؟ کی با خارجی ها هست؟ کی فریب خارجی ها را خورده؟ گردن و پای خارجی ها را در افغانستان ما شکست. ولی مردم از گرسنگی گرده طفل خود ما فروشه. آقای مختار، میراث بودن خارجی یا نبودن خارجی چه تغییر را در زندگی یک فقیر در افغانستان آورده؟ فقر امروز میراث جمهوری نامنهاد غلام و برده امریکایی بود که در افغانستان حاکم. سر تشکر. آقای شرق، خیلی سپاس. گرفتیم مطلب. آقای شرق، حالا شما حرفای آقای مختار شنیدین و مطمئن هستم که دیدگاه خود هم در این مورد مطرح میکنین. در ضمن، آیا نظامی که با حمایت مردم به وجود نیامده و پاسخگو نیست بقا خواهد کرد؟ چقدر این نظام شکننده است؟ اجازه بدین از نخست بحثتان من دوست داشتم که در میانه بحث با آقای آتی مختار طرف باشم. این بیچاره هم میترسه و هم بیمار هست. در عین زمان حتما در این زندان در خاطره که با امارت اسلامی بود زیر فشار بسیار حتمی است.
ورنه سر وجدانش خط نمی کشه. این همه دروغ را از طریق یک رسانه به مردم بخورد مردم نمی ده. دموکراسی اول در باب دموکراسی ایشان نمی فهمد. دموکراسی مربوط با امریکا نیست. دموکراسی نتیجه خردورزی فرهنگ بشریت است که بیشتر در حوزه یونان و جوامع باز نسج گرفته و شکل گرفته. اون نوعیت دموکراسی هم که در امریکا هست لیبرال دموکراسی است و ده ها نوع دیگر دموکراسی در جهان وجود داره. از نظر دین، از نظر قرآن، از نظر احادیث، از نظر اجماع و قیاس و همه کسانی که اهل تفکر و نظر هستن، دموکراسی در تضاد با دین هم نیست. یعنی این جای کار آقای مختار نمی فهمند. همین که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها در قرآن کریم هست، امر خدا برای این است که شما امورتان را به دست کسانی که اهلش هستن بسپارید. ملاحظات لایی که نمیتونه چطور امام بکنه و اهل دموکراسی هم نیست و واقعا نمیتونه که با مردم مراجعه کنه. شما صندوق بگذارین در جاده های افغانستان، در خیابان های افغانستان واسکت های دیارتون را بکشین، بشکه های زردتون را کنار ببانین، بعد مردم را بگین که زن مرد بین با ما رای بتین، ما یک غربی سکولار احساس میکنیم یک غربی سکولار، و شما این ملاحظات لایی که شیخ الحدیث هم از احساس بکنین، مگر شرط این باشه که با آرای مردم و مراجعه مردم با ناس و با خیرد جمعی مردم شما تمکین کنید با نظارت سازمان ملل، آنگاه میبینیم که مردم چقدر از شما بیزار است. شما دروازه ریاست پاسپورت را ببینید، هزاران نفر هجوم میاره که از یک نظام مستبد غیر انسانی غیر دینی باید فرار بکنند. خدا در قرآن میگه ان تحکم بالعدل ولی ملا با شلاق آمده برگرده این مردم بزنه. یک سوال از آقای عاطفی مختار که پسان به پاسخ بکن، چند مقام طالبان در لواطر، در فحشا، در زینا، در امر غیر اخلاقی دستگیر شد؟ کجا شما دین را آمدیم تطبیق کردیم؟ کی دین؟ شما رفتین زندانهایتان را از فرزندان آزاده پنشیر، از اندراب، از تاجیک، از ازاره، از ازبک پر کردیم؟ مگر کجای اسلام حکم میکنه که شما چین رفتار را بکنید؟ در کجای دین زن پیامبر عایشه ام المؤمنین زن پیامبر دعوای خلافت کرد، بر سر اشتر سوار شد و میخواست که خلافت را بگیره و خود پیامبر میگه که شما نصف دین رو دانده از عایشه برین بیاموزین؟ با کدام وجدان تو ریشی دراز گذاشتی آمدین میگی که زن حق نداره مکتب بره و در مکتب درس بخونه؟ مگر تو اهل دینی؟ تو مگر از دین یک رخت چرکین بر ترت نساخته ای؟ مگر دین یک شلاق در دستت نیست که بر گرده انسان میزنی؟ تو از خدا نمیترسی؟ حکم المتی زیادت نمیه؟ مگر تو مردنی نیستی؟ فردا تو پاسخده پیشگاه خدا هستی. از دین نباید ما جوازوز بسازیم و در جان انسان ها خلق بکنیم. دین نباید شلاق باشه. اهل معرفت و اهل خیرت، اهل دانش، اهل فرهنگ، اهل عدالت و کسانی که آزادی مردم داری شهروند سالاری ارزش‌های دینی و ارزش‌های بشری را می‌دانند بر مردم تمکین می‌کنند، مراجعه بر مردم می‌کنند. ببینید طالب اگر 10 سال تمام پروژه سازی‌ها و پروژه تکمیل کردن‌ها دروغی بیش نیست. من میگم براتون بر اساس برنامه‌های جمهوریت اگر 10 سال دیگه هم طالب بازسازی بکنه، تعداد انفجار و انتحاری را که کرده اما خانه هایی را که خراب کرده اون را آباد کرده نمیتونه. مراجعه بر مردم یک اصلی اساسی است. اجازه بدین نکته ما بیان بکنم که ما در افغانستان فرهنگ دموکراسی را کجا پیاده کردیم که شما با کجی های جمهوریت و نظام کرزی میخوام بگین که دموکراسی یعنی فحاشی؟ عزیزی در دموکراسی را ایدئولوژی نبین. دموکراسی یک نظریه حاکمیت مردم است. این دید شما دیدی بیمار کنه است. این دید تافاتی ایدئولوژی است. بین چون که قبضایت در وی بست، بین تو دکمندیش هستی، جزمندیش هستی، اصلا میترسی از شلاق طالب. سخن حق را نمیگی، ورنه در نصوص دینی این است که قل الحق ولو کان مر را. تو سخن حق را بگو تا اگر تلخ باشه. پیشنهاد کرده به امارت اسلامی که بیا آزادی بیان را قبول بکن. این شرم کجا میبره که کتاب از کتابخانه جمع داره، فقه جعفری را اجازه نمیده، خبرنگار را بندی میکنه، فرمان میده که شاعر باید سرود با میل و سلیقه ما شعر بسرایه، زن را اجازه نمیده با مکتب بره. تو از یک ملای مستبیر انتحاری طلبی ازیره داره که آزادی بیان را داشته باشه. من میخوام بگم حالا با پرسش گرداننده محترم که نظام ترکی که آمد زمین پیسدارا را گرفت، در پیش روی پیسدارا تقسیم کرد به دیگران داد. مردم فکر میکردن که ترکی تا قیامت هست.
اما رژیم ترقی رفت، استبداد امین رفت، استبداد امیر عبدالرحمن خان رفت، استبداد اول طالب رفت و استبداد و فساد کنونی طالب هم رفتنیست و مردم با آزادیشان میرسند، قیام خواهند کرد، استبداد را نمیپذیرند. مبارزه در برابر ستم، مبارزه در برابر بی‌عدالتی، مبارزه در برابر ظلم، این بنیادی ترین فرمان خداست. خدا میگه که آبروی یک انسان را باید حفظ کن. پیامبر در حجت خدا میگه که آبروی انسان را حفظ کنین، شما میرین دختر هزاره را از دشت بچی بالا میکنین، میبرین با دستای نامعلوم و بعد دختر دیگه میره در کندز پس از اسارت شما خودکشی میکنن. کجای شما در عمل کردتان، رفتارتان، سیرتتان، اخلاقتان، نوع سخن گفتنتان با آنچه که مدعی هست حکومت اسلامی آمدن آمدن، این دروغی بشتید، این نوع مرض است و ترسیست که آقای حاطب مختار به عنوان یک طالب اینجا بیان بکنه. بسیار تشکر از شما آقای مختار. حالا بخش از حرفای آقای شرق خیلی وارد است، مثلا طالبان در قسمت افراد که دستگیر کردن مقامات ارشدشان که در زنا البته تو امثال هم گرفتار شدن، مجازات نشدن. شما چه قسم از تامین عدالت و شفافیت قضا و قانون در اونجا صحبت میکنم؟ این تر بس آزادی بیان که از انتقادشان یا اشارهشان متوجه رهبر طالبان بود که از طور یک انسان چگونه شما انتظار دارین که آزادی بیان در افغانستان تامین بکنه در حالی که حقوق مدنی، سیاسی، حقوق زنها همه را پایمال کرده؟ ما قبل از همه خواهش می ای از ادبیات را که آقای شرق است یا غرب استفاده می کنه بهتر است نام خود شرق نی غرب ببانی، چون از منافع غرب دفاع میکنی و کسی را مریض خطاب کردن به این معنی نیست که صحت شما خودتان خوب است. فکر کنم خودتان به مریض روانی بدل گشتین که هرچی در زبانتان مهن سال دیگر را میکنین و امیدوار استم ادبیات را استفاده بکنین. شما معین یک وزارت بودین، معین وزارت یک ادبیات کوچه و بازار را باید استفاده نکنه. معین یک وزارت باید در روشنی منافع مردم خود صحبت کنه. امی آیاتی که شما استفاده کردین کلش بر ضد شما هست. شما و رفقای شما، دوستان شما، تیم شما، تیمی در افغانستان بود که بجز از دزدی، چور، چپاول، غدر و خیانت کار دیگری نکردین. بجز از قوم پرستی و قوم گرایی و تک محوری و کدام نظام شما کار کردین؟ نظام شما را در افغانستان دید که در چارایی خیرخانه مختصر شده بود. کدام نظام داشتین که مردم افغانستان به او باورمند بود؟ شما چور نکردین، شما مردم را نکشتین، شما به سر مردم میخ نزدین، شما در غارت اموال مردم دست نداشتین. امروز با عبا و قبای غربی که حاضر هستی هر چی که در دن به نصار ما میکنیم و ما هم گوش میدیم. آقای مختار، حالا نظام گذشته هر مشکل که داره شما میگن که نظام فعلی هم باید توجیه بکنه تمام رفتاره که میکنه در برابر مردم، بخاطر که نظام گذشته خلا داشت. لطفاً اجازه بدین، اینا از گذشته ها باقی ماندن. جنگی که امروز میبینی نشانه گذشته است. در بدری و فلاکت و چور و چپاول غدری که در نظام های ذهنی ما داشت، اینا در یکی از وزارت شیشته بودن به اینکه به منافع ملی و منافع ملی یک مملکت حرف بزنن، به قوم خاص، به قوم در افغانستان کار میکردن. کدام منافع ملی رو شما حرف میزنن سرش؟ از طرف دیگری، وقتی ما موضوع رو مطرح میکنیم به سر شما به خاطر بد میخوره که شما در افغانستان جا نداره. بین ملتان هم جار نداره. مردم افغانستان از شما نفرت داره. باور بکنین در امون بدخشان هم که برین از شما نفرت داره. مردم افغانستان و طالبان چقدر جدی میگیرن؟ شما بس بسیار حالا خلاصه بکنین داخل برنامه سیم. آقای مختار، حرفایتان میمانه. وقتی که آقای غرب از سیاست از حرف میزنم اونا باید حرف بزنن. هر واژه ای که استعمال میگه وقتی من حرف میزنم شما باید برسید. بسیار متمرکز و بس صحبت کنین لطفاً. معنی چی است؟ مرتبط و بحث صحبت بکنیم، در غیر از وقت ما تمام میشه و نمیشه حرفای شما رو بشنویم. در رابطه بر ملا هیبت الله حرف زد. ملا هیبت الله عالم دین است، از مدارس فارغ شده، با شریعت برابر است. با صدها علما در افغانستان از شمال و جنوب و شرق و غرب با ملا هیبت الله حفظه الله بعیت کردند.
شما از کجا این حرف میزنید؟ باز ادبیات را استعمال میکنید کسانی که او ادبیات به شما لازم نیست و اگر خواسته باشید شما ادبیات حرف بزنید. مردم در کجا بیعت کرد؟ ما خود ندیدیم کدام برنامه یا کدام آقای مختار. بسیار نکته جالب گفتند. کجا مردم بیعت کرده از رهبر طالبان؟ برای رهبر طالبان مردم او را ندیده، نمیشناسه، مطمئن هم نیستن که وجود داره نداره. شما مطمئن نیستین که وجود نداره؟ ما مطمئن نیستیم. مردم کل مردم افغانستان مطمئن نیست که وجود داره. اگر وجود داره خود خدا نشان بده. ما مردم نیستیم، مردم افغانستان مردم. شما دیدین؟ شما رهبر طالبان دیدین؟ بله. در کجا دیدین؟ ما دیدیم در شورای علمای افغانستان 7000 نفر عالم بود در کابل. امیرالمومنین ملاحظه الله که از پشت پرده پشت خدا در داده بود به شما موجا دیدین؟ اجازه بدین پشت نه روبرو دیدین؟ بله روبرو دیدیم صحبت میکردیم. چی صحبت کردین؟ استدلالم اجازه چی صحبت کردین؟ بسیار کوتاه. اجازه بدین لطفا خانم پیکان. نه امیر رهبر طالبان که دیدین میخندیم. مرا یکم بگوین که جلسه چی بود، نشست چی بود. مرا هم کمی بپذیرین، کمی صبر داشته باشین. ما میفهمیم نه چهره ما و نه صورت ما نه حرف ما سر شما خوب نمیاد. خواهش میکنم مطور موضوع نیست. حالا شما نکته جالب گفتین، میخوایم کمو رو بشنویم که شما که رهبر طالبان دیدین از نو بر ما بگوین. اجازه بدین که وضاحت داشته باشم. تیمی از اروپا به سرکردگی پروفسور استاد ترکی و چند تا ژورنالیست بزرگ آمدند در قندهار و امیرالمومنین ملاح هیبت الله نشست. بنابراین این کاملا منتفی است و قابل فهم و قابل درک نیست که شما میگین رهبر طالبان. خب شما خودتان هم در نشست بودن که او را دیدین؟ ما دیدیم. حالا از کجا ما مطمئن شدیم که دیدین ندیدین؟ بسیار تشکر. خیلی سپاس. از امون جایی بله. تشکر. بفرمایید. خارم مبارز، حالا نظامی که با سرکوب ادامه میته، رهبرش معلوم نیست کی از کجا سرکس ادعا میکنه که ما رهبر دیدیم، در حالی که رهبر اصلا یک بارم خود ما مردم نشان نداده. سرکوب و فساد به حد گسترده جریان داره ولی پنهان میکنن. آزادی بیان به می خاطر محدود کردن، خب معلوم است که رو به فنا است. حالا افغانستان همیشه در بازی های سیاسی خودش قربانی بوده، هرچند که هیچ یک بازیگر عمده نبوده. فضا چقدر مساعد شده برای ای که این وضعیت افغانستان به کلی به بدبختی کامل ببره و از این کشورهای بزرگ دیگه نفع ببره و مردم افغانستان قربانی شوه؟ اولا باید وضاحت بتم که هیچ رهبری در گروه طالب وجود نداره. ملاح هیبت الله اصلا یک کودی است. در حقیقت حضور وجودی دستگاه استخباراتی یک کشور است که به یک کود تبدیل کردن. اگر قرار به این باشه که آقای مختار ملاح هیبت الله را دیده باشم و آقای مجاهد در رسانه ها صحبت کردن که پنهان بودن رهبری ما نهایت اوج تقوا و پرهیزگاری را نشان میده که با انسانه های مجرم مقابل نشوند، در حالی که آقای عاطف مختار چند قبل شما ببینین به اتهام مسائل غیر اخلاقی در بازداشت طالبا بودن. پس امو تقوا و پرهیزگاری رهبری شما هم زیر سوال است، در حالی که رهبری هم وجود نداره. این یک طرف مسئله. موضوع دیگه ای است که از کدام جنایت طالب میخواین چشم پوشی بکنین؟ چی میکنید اشغال را؟ چی میکنید جمهوریت را؟ جمهوریت مشکلات داشت که فروپاش شد و یک گروه تروریستی آمد. گروه تروریستی هم به اساس یک معامله بین المللی بر تسلیم داده شد، آجندای مشخص برشان داده شد. اینا گفتن در برابر پولی که شما به جمهوریت میتین از منافع شما دفاع نمیکنن، ما هستیم سینه بسنگ از شما دفاع میکنیم و بیشتر از این شما چرا مصرف میکنین در افغانستان؟ به اساس این تعهد اینا قدرت برای از اینا واگذار شد در افغانستان. بحث بازداشت های دخترها رو ببینن که چقدر اینمی آقای عاطف مختار، آقای مختار اینمی شرایط میگذره. من برات اینمی جا میگم حکومت دموکراتیک خلق با حمایت یک امپراتور روی کار آمد، بعد فروپاش شد رفت. حکومت مجاهدین اخوانی ها هم به وجود آمد رفت، حکومت تکنوکرات ها هم 20 سال آمد رفت و یک گروه اندک سالاری تروریستی یک مدت کوتاهی. شما مطمئن هستم من میفهمم که آدمی که یک روز یک جلد کتاب مطالعه کرده باشه خوبتر میفهم آقای مختاری را میفهمه و این بسیار زود محکوم به فنا و نابودی هست، ولی تاریخ باقی میمونه. تاریخ ما و شما را به قضاوت میگیرم، ما و شما را میشناسه. آقای مختار، اگر شما هنوز از حکومت طالب حمایت میکنین، در حکومتی که حاکمیت قانون وجود نداره، امور کشور توسط
فتوای چند تا ملاچه کنترل رهبری میشه. شما به زندان افتیدین، من میگم که علی شما شاید استبداد صورت گرفته باشه، قانون تحقق پیدا نکرده باشه که شما به چه جرمی بازداشت شدین. به خاطر از اینکه بازداشت زندانی ساختن یک پروسیجر قانونی هست، وقتی که قانون اجازه افتین امین اکتر آقای مختار، شما در بازداشت شدین، بازداشتتان عادلانه میدانین؟ آیا شما میپذیرین که مقصر بودین، گناه کرده بودین در نظام طالبان؟ اجازه بدین که من هم یک پاسخ به خانم اول همین سوال مر جواب بدین که بازداشت خودتان چقدر عادلانه میدونین آقای مختار؟ تجربه زندان طالبان را هم دارین؟ اجازه بدین، اینا مسائل اخلاقی مطرح کرد در رابطه با شما، هم میگیم که در یک وقت شما پنج شوهر دارین، آیا ما بپذیریم؟ شما از کجا میدارین که این موضوع از کجا مطرح؟ بله بسیار کوتاه آقای مختار، بازداشت شما عادلانه بود؟ زیر نظام طالبان بازداشت شما عادلانه بود؟ خانم مبارزه جذبتن، خانم مبارزه جذبتن که این پاسخ سوال شما را بگیریم از آقای مختار. آیا بازداشت شما عادلانه بود زیر نظام طالبان؟ شما میپذیرین که مقصر بودین؟ من میپذیرم که نظام طالبان بر عدالت استوار است و قانون باید بالای همه حاکم شود. اما اجازه بدین خانم مبارز که حرف خود بگوین، اجازه بدین که حرف خود تمام بودین و او را در قضیه جنایی بشنم. آقای مختار، شما به مسائل خیلی اخلاقی و جنایی شما از اخلاق قطعا حرف نزنید. خواهش میکنم لطفا حرفایتان رو بگوین که در آخر برنامه است. آقای مختار، روحی سیاهتان رو پیش مردم سفید جلوه میتین. شما قرار کردن شما مبارز لطفا خوش باشین که ما جواب آقای مختار رو بشنم. هر کشوری شما سوارت و اتفاقاتی کشورهای همسایه سفید کردن دلتان بله آقای مختار، صدایتان نمیشنوه. مرف آخرتان بگوین، آیا بازار شما عادلانه بود؟ شما مقصر میدونین خودتان؟ چرا در وقت من به این بیمار اجازه میتن که صحبت بکنم؟ از شما میخواییم بشنه مرفتان بگوین. چرا؟ اولین کار بکنین شما برین یک روی تانه بوشین و باز ببینین که چی تلت زیبای دارین و در تلویزیون حاضر شدین. موضوع دومی است که وقتی ما از قانون حرف میزنیم، ما لطفاً احانت نکنین آخای اینا احانت کردن. حال پاسختان هم 20 ثانیه دارین. بسیار تشکر. بس ما در امجا به پایان رسید، برفای شویی پرداختین، جواب اصلی ندادن. سپاس دو عزیز، بس روز در امجا به پایان رسید، وقت خوش.